عرض سلام و ادب، کیانی هستم، پژوهشگر و نویسنده دانشنامه آرمیکا. در این برنامه به خواص دارویی پرتقال می‌پردازیم. امیدوارم مورد پسند دوستان عزیز قرار گیرد. در هر 100 گرم پرتقال 46 کیلو کالری انرژی، 11.75 صدم گرم کربوهیدرات، 9.35 صدم گرم قند، 2.4 گرم فیبر خوراکی، 12 صدم گرم چربی، 94 صدم گرم پروتئین، 11 میکروگرم ویتامین آ، 100,000 میلی گرم ویتامین B1، 40,000 میلی گرم ویتامین B2، 400,000 میلی گرم ویتامین B3، 250,000 میلی گرم ویتامین B5، 51,000 میلی گرم ویتامین B6، 30 میکروگرم ویتامین B9، 53.2 میلی گرم ویتامین C، 18 میلی گرم ویتامین E، 40 میلی گرم کلسیم، 10 میلی گرم آهن، 10 میلی گرم منیزیم، 14 میلی گرم فسفر، 181 میلی گرم پتاسیم و 700 میلی گرم روی یافت می شود. پرتقال یا پرتقال و همچنین پرتقال شیرین یا مالته میوه‌ای از گونه‌های مختلف مرکبات از خانواده سودابیان است. پرتقال شیرین به صورت غیر جنسی تولید مثل می کند. گونه های مختلفی از پرتقال شیرین از طریق جهش به وجود می آیند. پرتقال یک گیاه دورگه یا پیوندی بین دارابی و ماندارین همان نارنگی است. ژنوم کلوبراس و در نتیجه خد مادریان ژنوم دارابی است. امروزه ژنوم کامل پرتقال شیرین تعیین توالی شده است. پرتقال در منطقه شمال جنوب چین، شمال شرقی هند و میانمار سرچشمه گرفته و اولین اشاره به پرتقال شیرین در ادبیات چینی در سال 314 قبل از میلاد بوده است. در سال 1987 درختان پرتقال به عنوان کاشته شده ترین درخت میوه در جهان شناخته شدند. درختان پرتقال به دلیل داشتن میوه شیرین به طور گسترده در آب و هوای گرم سیری و نیمه گرم سیری رشد می کنند. میوه درخت پرتقال را می توان به صورت تازه مصرف کرد یا برای آب یا پوست معطر آن فراوری نمود. پرتقال ها نیز مانند دیگر مرکبات هنگامی که گرم باشند آب بیشتری دارند. بنابراین قبل از آبگیری آنها پرتقال ها را چند ساعت در دمای اتاق قرار دهید. آب پرتقال را حتما در یخچال نگهداری کنید. هر چقدر آب پرتقال سردتر باشد ویتامین C آن بیشتر محفوظ می گردد. از آب پرتقال می توان به عنوان یک ماسک زیبایی صورت نیز استفاده نمود. پرتقال با خواص معجزه آسایی که دارد جزو محبوب ترین میوه های جهان است. این میوه از قدیمی ترین میوه هایی است که بشر از آن استفاده می کرده است. پرتقال سرشار از ویتامین C می باشد. ویتامین C یکی از عوامل مهار کننده سرطان است، به طوری که این ویتامین را دشمن نیرومندی علیه یکی از عوامل شناخته شده سرطانزا یعنی نیتروزامین هاش می شناسند. بر اساس مطالعات انجام شده در آمریکا مشخص شده است که خوردن پرتقال از سرطان معده و لوزالمعده جلوگیری می کند. محققان دریافتند که لایه نازک بین قسمت‌های داخلی پرتقال در پایین آوردن کلسترول خون بسیار مؤثر است. پرتقال حاوی املاح معدنی فسفر و آهن نیز است و در شفاف و درخشان شدن پوست صورت جلوگیری از کمبود کلسیم، میگرن و کم اشتهایی اثرات شگرفی دارد. پیشگیری از عفونت‌های ویروسی از خواص دیگر پرتقال است که در عصاره آن وجود دارد و در پیشگیری و درمان بیماری‌ها از جمله سرماخوردگی بسیار نافع است. پرتقال میوه‌ای است لذیذ،
که با صرف کردن آن کمبود مواد معدنی بدن تا حدودی رفع می شود و به علاوه قدرت مقاومت طبیعی بدن را افزایش داده و اثر ملین، مدر و رقیق کننده خون دارد. پرتقال به علت داشتن فسفر و کلسیم شاور خوبی برای کودکان می باشد و حتی در رشد و نمو آنها نیز تاثیرگذار است و سوخت و ساز و فعالیت های سلول های بدنشان را نیز افزایش می دهد. کودکان شیرخواری که از خوردن شیر مادر محروم هستند بایستی هر روز 2 الی 3 قاشق چایخوری آب پرتقال مصرف کنند. پرتقال به علت داشتن ویتامین هایی مثل آ، B1، B2، B6 و PP و همچنین C برای خانم های باردار و مادران شیرده میوه مفیدی بوده و به افزایش شیرشان کمک می کند. آب نیز این خواص را دارا می باشد و ضمناً در رفع التهاب مخاط لثه دندان و دهان نیز اثر زیادی دارد. خوردن میوه پرتقال برای افرادی که به ناراحتی‌های مانند سیاتیک، تحریک زیاد، عفونت کلیه، سرطان لوزالمعده، ترشحات سفید رحم، فشار خون، مننژیت، سرطان سینه، راشیتیسم، اسیدوریک، نگرس، سردرد، تصلب شراین، زخم روده، تپش قلب، خستگی، اعصاب، کلسترول و اسکوربوت مبتلا می باشند مفید بوده و اثر درمانی ظاهر می کند. مصرف پرتقال از آب مروارید، فساد دندانها، سکته مغزی، بواسیر و اسیدی شدن ادرار جلوگیری می کند. همچنین برای رفع سیاهی چشم نیز توصیه شده است که هر روز به طور ناشتا 1 لیوان آب پرتقال بنوشید. این میوه اثر مفید در تامین شادابی پوست دارد و از پیدایش چین و چروک در پوست جلوگیری می کند. در این مورد باید قسمت خوراکی پرتقال را که محتوی شیره است به مدت 15 الی 20 دقیقه بر روی پوست صورت کمپرس کنید تا نتیجه آن را مشاهده نمایید. لازم به هشدار است که در پرتقال موادی از نوع آلکالوئیدها وجود دارد که در بیماران مبتلا به نارسایی کبد ایجاد حساسیت و ناراحتی می کند. بنابراین این گونه اشخاص باید در مصرف پرتقال احتیاط کنند. همچنین خوردن پرتقال به همراه ماهی شور و یا گوش موجب سوء هاضمه می گردد. اسانس پرتقال نیز به آسانی فاسد می گردد و بوی ناپسند، طعم تند و سوزاننده به خود می گیرد. به این علت همیشه باید اسانس پرتقال را به طور تازه مصرف نمود و در جای خنک و به دور از نور آفتاب نگهداری کرد. به پایان این برنامه از دانشنامه آرمیکا رسیدیم. به امید زندگی برتر و بهتر برای همه دوستان عزیز.